سگ‌ها از گذشته به عنوان بهترین دوست انسان شناخته شدند. این حیوانات باهوش، وفادار، بازیگوش و با محبتند و توی خیلی از فعالیت‌های انسانی مثل شکار، نگهبانی، نجات و خیلی چیزهای دیگه نقش دارند. اما همه سگ‌ها یکسان نیستند. بعضی از اونها به دلیل نژاد، تربیت، محیط و شرایط زندگی خودشون خطرناکتر از بقیه‌اند. خطرناکترین سگ‌های دنیا سگ‌هایی هستند که بیشترین تعداد حمله و کشتار رو به انسان‌ها وارد کردند و دارای جثه بزرگ، قدرت بدنی و رفتاری خشنند که میتونن آسیب‌های جدی و مرگباری رو به طرف مقابل وارد کنند. مالاموت آلاسکا. مالاموت آلاسکا خیلی شبیه هاسکی سیبریه، با این تفاوت که مالاموت آلاسکا خیلی بزرگتره. همینطور بسیار پر انرژی و عاشق پریدن به اطراف و شیطنته. متاسفانه این سگ‌ها مطیع صاحبان خودشون نیستن. بنابراین باید از سنین پایین به خوبی تربیت بشن. سگ‌های مالاموت آلاسکا از سال 2014 تا 2020 مسئول 15 حمله و 6 مورد مرگ انسان‌ها بودند. اگرچه اونها تنها مسئول 6 مرگ در این بازه بودند، اما سگ‌های مالاموت آلاسکا به دلیل نیش قوی و تمایل به استفاده از اون علیه دیگران همچنان توی لیست سگ‌های خطرناک قرار دارند. وزن اونها معمولاً بین 34 تا 45 کیلوگرمه و قد اونها بین 58 تا 71 سانتی متر. مالاموت آلاسکا معمولاً با صاحبان خودش و خانوادش خوب کنار میاد. اما ممکنه با دیگر سگ‌ها، حیوانات خونگی، افراد غریبه یا کودکان کوچک تعاملی نداشته باشه. دوبرمن پینچر. دوبرمن پینچر با داشتن گوش‌های بریده، پشت صاف و ظاهری که همیشه هوشیاره، به راحتی قابل تشخیصه. پینچر از یک اصطلاح آلمانی گرفته شده که به عادت اونها به حمله و گاز گرفتن طعمه اشاره میکنه. این نژاد نسل‌ها برای تبدیل شدن به سگ‌های تهاجمی پرورش داده شدند. حتی در طول جنگ جهانی دوم 75% از سگ‌های رزمی که تفنگداران دریایی و همراهی می‌کردند دوبرمن بودند. پس جای تعجبی نیست که خطرناکن. دوبرمن‌ها از سال 2014 تا 2020 مسئول حدود 6 مورد مرگ و میر و همینطور بسیاری از حملات بودند. اگرچه این نژاد از نظر تعداد مرگ و میر به پای سگ‌های دیگه نمیرسه، اما همچنان خطرناکن و قادر به ایجاد صدمات جدی هستند. وزن دوبرمن پینچر معمولاً بین 32 تا 45 کیلوگرم و قد اون بین 61 تا 71 سانتی متره. این سگ دارای موهای کوتاه و صاف با رنگ‌های مختلف مثل مشکی، قهوه‌ای و زرده. باکسر. باکسرها سگ‌های جالبی هستند چون که به طور همزمان از نظر ظاهری به طرز باور نکردنی کسلن، اما برای سگ‌های کار تربیت شدن. باکسرها از اولین سگ‌های راهنما بودند و در طول جنگ جهانی اول به عنوان پیشاهنگ و پیام رسان در ارتش آلمان خدمت می‌کردند. این سگ‌ها انرژی زیادی دارند و میتونن تا 35 کیلوگرم عضله داشته باشند. با در نظر گرفتن توانایی‌های فیزیکی و ماهیت محافظتی اونها، به راحتی میشه متوجه شد که چرا باکسرها میتونن اینقدر دردسرساز باشن. اگرچه باکسرها توی سالهای اخیر منجر به 7 مورد مرگ و میر شدن، اما تمایل به گاز گرفتن‌های غیر کشنده هم دارن. مثل سایر نژادهای خطرناک، فقط در صورتی باید این نژادو خریداری کنید یا به سرپرستی بگیرید که از نحوه نگهداری اونها و تربیت این سگ‌ها آگاه باشید. لابرادور رتریور. از دیدن نام این نژاد توی این لیست حتما شوکه شدید. لابرادور رتریور یک سگ شکاریه که برای کار همراه انسان‌ها تربیت شده. این سگ‌ها به راحتی به مردم اعتماد می‌کنه و به همین علت سگ‌های نگهبان خوبی محسوب نمی‌شن. لابرادور رتریورها سگ‌های نسبتاً بزرگی‌اند که وزن اونها به 35 کیلوگرم میرسه و تنها حدود 65 سانتی متر قد دارن. اغلب مردم بر این باورند که علت حمله این سگ‌ها اینه که می‌خوان از خانواده، قلمرو یا غذای خودشون محافظت کنن. اگرچه اونها از تهاجمی‌ترین سگ‌ها نیستن، اما جثه اونها به اندازه‌ای بزرگه که انسان‌ها رو از پا در میاره و آسیب‌های شدیدی رو به بار میاره.
طبق نتایج و مطالعات در سال 2014 تا 2020 56 مورد حمله انسانی و 3 مورد مرگ انسانی توسط لابرادور رتریور گزارش شده. لابرادور رتریورها مسئول 2.1% از حملات سگ‌ها به انسان‌هان. چاو چاو. چاو چاو اصالتاً از چین و شاید یکی از قدیمی‌ترین نژادهای شناخته شده باشه. در ابتدا اونها برای اهداف زیادی از نگهبانی و شکار گرفته تا گله‌داری و جابجایی لوازم پرورش داده می‌شدن. موهای ضخیم اونها شبیه یال شیر به نظر می‌رسه. چاو چاوها تنه محکمی دارن و معمولاً تنومندن و حدود 30 کیلوگرم یا بیشتر وزن دارن و قد اونها بین 46 تا 56 سانتی متره. چاو چاو یک سگ باهوش، شجاع، مستقل و وفاداره. اما همینطور میتونه سرسخت، بیرحم، حسود و پرخوشگر باشه. در بررسی های یک دوره 32 ساله، اونها به 61 نفر از جمله 37 کودک و 18 بزرگسال آسیب رسوندن. همچنین باعث مرگ 8 نفر توی اون دوره شدن. پیتبول خطرناکترین سگ دنیا شناخته شده. طبق مطالعات طی یه دوره 13 ساله، پیتبول مسئول 284 مرگ انسانی بوده که تقریباً 3.2% از کل حملات کشنده را شامل میشه. پیتبول ها برای نسل ها به عنوان سگ های شکاری جنگی پرورش داده شدن. بنابراین جای تعجبی نیست که این سگ ها تا به امروز همچنان یه تهدید بزرگ محسوب بشن. از دیگر دلایلی که پیتبول ها رو به خطرناکترین نژاد سگ تبدیل کرده اینه که جثه بزرگی دارن و دارای آرواره های قوی و غریزه قتل هستن. انسان ها و سایر حیوانات شانسی در برابر پیتبول ها ندارن. با این حال بسیاری از مردم اصرار دارند که این سگ‌ها تربیت پذیرند و پیتبول‌های دوست داشتنی و به عنوان حیوان خانگی نگهداری می‌کنند. روتوایلر قبل از اینکه پیتبول‌ها به عنوان حیوانات بسیار خطرناک توی افکار عمومی باشند، روتوایلرها اغلب خطرناک‌ترین نژاد سگ در جهان در نظر گرفته می‌شدند. این سگ‌ها می‌تونن تا 65 سانتی‌متر قد و 55 کیلوگرم یا بیشتر وزن داشته باشند. همینطور دارای یک نیش وحشتناک قدرتمند هستند. روتوایلرها جثه‌ای درشت دارند. این سگ‌ها نسبت به افراد خانواده خودشون خیلی دوستانه رفتار می‌کنند و از اونها محافظت می‌کنند. اما این رفتار دوستانه رو در برخورد با افراد غریبه از خودشون بروز نمی‌دن. روتوایلرها به عنوان سگ‌های قدرتمند، محافظ و وفادار شناخته شدن. اگرچه روتوایلرها تهدیدی برای خانواده محسوب نمیشن، اما وقتی از صاحبان خودشون محافظت میکنن، معمولاً بسیار پرخاشگر و خطرناکن. طی سالهای 2005 تا 2017، روتوایلرها مسئول 45 حمله مرگبار بودن که شامل 10% از کل حملات مرگباریه که در اون دوره رخ داده. جرمن شپرد ها سگ های کاری هستند که در دهه های اخیر در ارتش و نیروهای پلیس مورد استفاده قرار گرفتن. دلایل این انتخاب اینه که جرمن شپرد ها قوی، باهوش، قدرتمند و خطرناکن و میتونن حملات مرگباری رو به انسان ها وارد کنن. نژاد جرمن شپرد با وزن حدود 40 کیلوگرم و ارتفاع بیش از 60 سانتی متر برای کاهش تهدیدات انسانی عالی‌اند. جرمن شپرد ها از نظر تهاجمی بودن برترند و عامل 20 مرگ و موارد متعددی از گاز گرفتن های غیر کشنده بودند. جرمن شپرد ها برای خانواده هایی که گربه ندارند گزینه مناسبی محسوب میشن و با شجاعت از خانواده خودشون محافظت میکنن که این موضوع اونها رو به سگ های نگهبان عالی تبدیل میکنه. نکته قابل توجه اینه که این نژاد بسیار آموزش پذیره. گلدونگ ها در پاکستان، جایی که در ابتدا پرورش داده می شدن، به عنوان بولداگ پاکستانی شناخته می شن. این سگ ها به عنوان سگ های کاری پرورش داده شدن. اونها می تونن تا 65 کیلوگرم وزن داشته باشن و انتخاب خوبی برای یه سگ خانگی نیستن. گلدونگ ها می تونن کاملا تهاجمی و خطرناک باشن و به یک سرپرست با تجربه نیاز دارن. گلدانگ یه نژاد کمیاب در جهانه که در پاکستان محبوبیت زیادی داره. ولف داگ
ولفداگ نامیه که به توله های حاصل از جفتگیری بین گرگ و سگ نسبت داده میشه. این سگ ها نیش بسیار خطرناکی دارن. گرگ ها حیوانات وحشی هستن و به همین دلیل وقتی ولفداگ با شخصی روبرو میشه اون شخص هیچ شانسی نداره. ولفداگ به دلیل ارتباط نزدیک با حیوانات وحشی و غیر اهلی میتونه رفتار خشونت‌آمیزی مشابه والدین وحشی خودش بروز بده. اگرچه برخی از افراد میگن که میشه اونها رو رام کرد، اما به طور کلی این موضوع خیلی باورپذیر نیست. گرگ‌ها غیر قابل پیش‌بینی هستند و جفتگیری اونها با سگ و تولید هیبرید گرگ میتونه غیر پیش‌بینی بودن اونها رو تشدید کنه. ناگاهی از رفتارهای ذاتی حیوان خطرناکه. تقریبا غیر ممکنه که یه هیبرید گرگ به درستی اجتماعی و تربیت شده باشه. وزن ولفداگ معمولا بین 27 تا 79 کیلوگرمه و قد اون بین 66 تا 81 سانتی متره. سگ‌های هیبریدی تعداد قابل توجهی از گزارش‌های سالانه مربوط به حمله انسان‌ها و کشتن اونها رو به خودشون اختصاص میدن.